زهرا اینقدر لجبازی نکن. تو چرا فقط حرف خودتو میزنی؟ چرا اینقدر یه دنده ای؟ بیا بریم، به حال مادرت رحم کن. خواهر من دیگه چقدر داغ ببینه. گفتم من نمیام. دایی گفت تو نمیایی لاغل بذاریم بیاد. گفتم من کاری ندارم، اگه لیلا میخواد بره من مانعش نمیشم. به شیشه‌های کوکتل مولوتوفی که گوشه سنگر ریخته بود نگاه کردم و ادامه دادم اتفاقا لیلا با شما بیاد خیال من راحت تره. لیلا گفت نه خیر، من خودم میخوام بمونم، کسی منو اینجا نگه نداشته. دایی که تا اون موقع بغضش رو نگه داشته بود چشمایش پر از اشک شد، سرش رو تکان داد و گفت خودتون میدونید من دیگه نمیدونم چیکار کنم تا شما راضی بشین. دایی که رفت آمدیم داخل مسجد و سرمون رو به کارهای آنجا گرم کردیم. مادر خسرو مرتب می اومد و ما رو دلداری میداد. کمی که گذشت لیلا گفت میخواد برگردد جنت آباد. گفتم تو برو من بعدم میام. میخواستم در تهیه شام کمک کنم. مسجد دیگر برای کارهای پخت و پز مناسب نبود. از روز هشتم نهم حرف جابجا کردن محل پخت غذا و درمانگاه رو میشنیدم، چون مسجد خیلی مورد هدف قرار میگرفت. از آن طرف رفت آمد به درمانگاه خیلی زیاد بود. از نظر بهداشتی هم بهتر بود درمانگاه منتقل شود. آقای نجار میگفت اینجا جایمون تنگ است، جلوی مردم راحت نیستیم. راست میگفت، با این همه فشار کار جای خاصی برای استراحت نداشت. ما در حریم پرده درمانگاه هر طور بود شب رو به صبح میرساندیم، ولی آقای نجار شب رو توی حیات میموند و در هیاهو رفت آمد میخوابید. اگر خوب یادم مونده باشد غروب همین روز که هوا دیگر رو به تاریکی میرفت آقای نجار گفت با دکتر شیبانی صحبت کردیم، قبول کرده مطبش رو در اختیارمون بذاره. همین امروز بریم یه دست سر روی مطب بکشیم. چند وقتی مطب بسته بوده، حتما پر از گرد و خاکه. من و چند تا از دخترها گفتیم ما میریم. جارو و دبه آب برداشتیم و رفتیم مطب. دکتر شیبانی دندون پزشک بود. مطبش رو به روی مسجد جامع نبش جنوبی خیابون فخر رازی و خیابون انقلاب قرار داشت. در واقع در دو سه قدمی مسجد بود و این امتیاز بزرگی به حساب می آمد، چون هم بچه های مدافع که زخمی ها رو می آوردن سرگردان نمی شدند، هم ما در جریان مسائل و اخبار مسجد جامع قرار می گرفتیم. قرار شد کف مطب رو آب و جارو کنیم، کتاب های کتابخانه رو توی کارتون بگذاریم و وسایل دندانپزشکی رو توی یک اتاق جمع کنیم. اینطوری جا برای چیدن داروهای ارسالی در قفسه‌های کتابخانه باز می‌شد. توی اتاق اصلی دکتر تخت گذاشتیم تا مجروح‌ها اول آنجا معاینه شوند. کتابخانه رو تبدیل به داروخانه کردیم و یکی از اتاق‌های توی حال رو محل استراحت دخترها قرار دادیم. کارمون که تموم شد هوا کاملا تاریک شده بود. دخترها خوشحال از داشتن یک مکان امن و مشخص می‌خواستن شب رو همونجا توی مطب بمانند. اما من خداحافظی کردم و رفتم جنت. میخواستم نزدیک علی باشم. با اینکه به هوای رفتن سر مزار علی به جنت آباد آمدم، اما تمام شب را نتوانستم سر مزارش بروم. هر بار که بلند میشدم زینب مونم میشد. میگفت مگه روزو ازت گرفتن؟ الان خطرناکه. بغضم رو که میدید دلداریم میداد و میگفت میدونم میخوای بری با برادرت تنها باشی، ولی صلاح نیست الان بری. آن لحظات توی جمع بودن خیلی سخت بود. اصلا دوست نداشتم کسی حالتهایم رو ببیند و بفهمد توی دلم چه خبر است. آخر شب که همه خوابیدن گوشه دیوار کس کردم و نشستم. عشقایم حالا فرصت کرده بودن بریزم. میدونستم لیلا همه درست من مثل من گذشت و رو مرد. من همش توی ذهنم دنبال چهره روشن و بازهی از علی میگشتم. آخر سه ماه بود که اون رو ندیده بودم. میخواستم نزدیکترین تصویرش رو به یاد بیاورم، اما هجوم خاطره ها تمرکزم رو برهم زد و چهره علی از نظرم محو شد. فقط چهره جنازه‌اش، چشم های نیمه باز و لبخندش برایم تداعی میشد. در کنار آن از خودم میپرسیدم الان دو بچه ها کجا؟ چه بلای سرشون اومده؟ یعنی دایی سلیم اونا رو پیدا کردی یا نه؟ بالاخره نیمه های شب در حالی که با سوال ها محاصره شده بودم با چشمان خیس به خواب رفتم. بعد از نماز صبح را افتادم طرف علی. زینب هر کاری کرده ولی یک لقمه نان دهانم بگذارم زیر بار نرفتم.
وقتی دیدم او و لیلا دنبالم میآیند گفتم شما کجا میان؟ گفتن خب ما هم میخوایم بیان. گفتم نه، شما اینجا هستین، میتونین بعدنم برین. من میخوام تنها باشم، میخوام تنها باهاشون حرف بزنم. لیلا مظلومانه و غریب نگاهم کرد، انگار میخواست بگوید مگر من نامحرمم. رفتم ولی خیلی آنجا نموندم. گریه هایم رو کردم، گله و شکایت هایم رو گفتم و بلند شدم. میدانستم امروز قرار است مطب منتقل شود. با همه عجله کردن هایم وقتی رسیدم مسجد جامع از درمانگاه خبری نبود. پرده ها رو جمع کرده و وسایل رو به مطب منتقل کرده بودن. اکثر مردم تخلیه شده بودن. با این حساب کمی کارها داشت نظم و انسجام میگرفت. رفتم مطب و کارمون در اونجا شروع شد. جعبه های خالی آورده بودند. با بچه ها کتاب ها رو از توی قفسه های فلزی بیرون می آوردیم و توی جعبه ها می چیدیم. در حین کار بعضی کتاب ها رو ورق می زدم. کتاب های قطور بزرگی که به زبان انگلیسی نوشته شده بودند. من با اینکه خیلی زود ترک تحصیل کرده بودم، عشق و علاقه هم به خواندن باعث می شد هیچ روزنامه، مجله و کتابی از زیر دستم در نرود. جدول های مجالات رو در کوتاه‌ترین مدت حل می کردم و منتظر می ماندم تا هفته دیگر سر برسد، مجله چاپ شود و خاله آن رو بخرد. کتاب های لاتین دکتر شیبانی رو که دیدم، وسوسه خواندن دوباره به سرم زد. من یک که زبان لاتین نمی دانستم. تقریبا کارها سر و سامان گرفته بود که اولین مجموعه رو برای من آوردن. جوان هیکلداری که ترکش بزرگی به کتف سمت چپش خورده بود و همون رو مانده بود. دوستانش خیلی نگران بودن ترکش به قلبش هم اصابت کرده باشد. آقای نجان همونطور که به زخم نگاه میکرد گفت اینجا نمیتونیم به ترکش دست بزنیم. به محض بیرون آوردنش زخم خونریزی شدیدی میکنه. اگه هم تکون بخوره شریان ها رو پاره میکنه. ما فقط اینجا این قسمت از دست و سینه‌اش رو ثابت می‌کنیم. بعد به من گفت وسایل آتش‌بندی رو بیار. جمال برخلاف دوستانش که ناراحت بودن می‌خندید و می‌گفت چیزی نیست، نترسین. ولی وقتی شروع به کار کردیم ضعف می‌کرد و به خاطر خونریزی‌اش بی‌حال می‌شد. آقای نجار دور تخته‌های چوب پنبه گذاشت و دورشان رو گاز پیچید و اطراف ترکش گذاشت. یکی از تخته‌ها را هم زیر بغل مجروح گذاشت تا دستش به شکل زاویه داری از تنه بیستند. بعد با باندهای کشی آتل‌ها را بست و محکم کرد. دست مجروح را به گردنش آویخت و به او گفت مواظب باش با تکان‌های ماشین به جایی نخوری، صاف بشین و برو. به راننده آمبولانس هم گفت یک سر او رو به ماهشهر برسون. بلافاصله بعد از او مجروح دیگری آوردند. این یکی هم ترکش های زیادی خورده بود. آقای نجار تند و تند زخمایش رو شستشو میداد. پنس رو توی زخم ها میبرد و به ما میگفت میشنوین صدای ترکش رو؟ پنس به ترکش که میخورد صدا میداد و آقای نجار ترکش رو میگرفت و بیرون میکشید و سری وخیه میزد. ترکش که به پهلوی جوان خورده بود را دست نزد و گفت باید بیمارستان رسیدگی کنه، شاید آسیب به روده هاش رسیده باشه. او برای اینکه مرا توی کار راه بیاندازد از من کمک میگرفت. من هم برای اینکه کم نیاورم تونتون دستوراتش را اجرا میکردم. خونریزی مجروح بند نیومده بود. نجار بخیه میزد. من با گاز خونها را پاک میکردم تا حدود جراحت معلوم باشد. از آن طرف صورت نجار خیس عرق میشد و روی زخم چکه میکرد. مجبور بودم برخلاف میلم با گاز عرقش رو بگیرم. جوان مجروح درد میکشید و به خودش میپیچید. خیلی به خودش فشار میآورد صدایش در نیاید. چشمهایش رو که جمع میکرد و صورتش مچاله میشد میفهمیدم چه حالی دارد. دلشورم بیشتر میشد. آقای نجار حسابی خسته شده بود و مرتب از مجروح میپرسید خوبی؟ اون هم میگفت الحمدلله. یک بار آقای نجار در حین کار خیلی خشک و با تحکم گفت حسینی مسکنش رو بزن. در حالی که از خودم میپرسیدم چرا توی سرومش نریخت، گفتم من بزنم؟ بدون رو دروسی گفت نه پس من بزنم. انقدر قاطع گفت که نتوانستم بگویم من این کار رو انجام نمیدهم. ترسیدم از مطب بیرونم کند. از طرفی نگران بودم خرابکاری کنم و نجار عصبانی شود و بگوید به درد این کار نمیخوری برو. رفتم جلو، پنبه الکلی رو برداشتم و پوست را ضدعفونی کردم و از دور آمپول را زدم.
سوزن تا نصف در عضله مجروح فرو رفت. نجار که حواسش به من بود به طرفم قدم برداشت. هلو دست پاچه بقیه سوزن رو هم فرو بردم و دارو رو تزریق کردم. سوزن رو بیرون کشیدم و گفتم آمپولش رو زدم. نوبت ترکش پایش که رسید احساس کردم اصلا حالم خوب نیست. سوزن بخیه به سختی در عضله پا فرو می رفت. هر بار که نجار آن رو فرو می برد نفسم حبس می شد. احساس می کردم سوزن در قلبم فرو می رود. سوزن رو که بیرون می کشید نفسم به زحمت آزاد می شد و باز قلبم تیر می کشید. این همه کشته های لهیده و دست و پاهای بریده و توی جنت آباد دیده بودم. نمیدونم چرا باز دیدن این صحنه اونقدر برای مشکل بود. سعی کردم خودم رو کنترل کنم. نمیخواستم ذره ضعف و ناراحتی از خودم نشان بدهم، چون تو این چند روز تا به حال مرتب من رو به هم نشان داده بودند و میگفتند این دختره همون زهرا حسینیه که باباش و برادرش شهید شدن. بعد که با خودم حرف میزدن میگفتند تو چطور اینقدر روحیه داری؟ ما تعجب میکنیم، انگار نه انگار که بابا و برادرت رو از دست دادی. اصلا بهت نمیاد که داغ دیده باشی، همش در حال کاری و خنده رو لباته. آخر ظاهرم رو چنان حفظ میکردم که کسی تصور نکند شهادت بابا و علی ما رو خوار و ذلیل کرده است. برعکس با رفتارم نشان میدادم با روحیه و اقتدار هستم، در حالی که درونم قوقای به پا بود و از تو میسوختم دم نمیزدم. این فشارها به اضافه دیدن این صحنه حالم رو خراب کرد. دستایم شروع کرد به لرزیدن. نمیدونم آقای نجار چه چیزی میخواست که من اصلا حواسم نبود. یک دفعه داد زد حواست کجاست؟ چی کار داری میکنی؟ اگه میخوای اینجا بمونی این وضعش نمیشه. اینجا جای کار کردنه، نه لوس بازی و قش و ظرف رفتن. هر کی میخواد بمونه باید دل شیر داشته باشه. از ترس نجار تا آخر سعی کردم به خودم مسلط باشم. کار بخیه که تموم شد چنیدم گفت بیا پانسمانش کن. چشمانم سیاهی رفت. ضعف شدیدی اول توی سینم و بعد در تمام بدنم حس کردم. اصلا نمیتوانستم دستم را بالا بیاورم و بگویم نمیتونم. احساس کردم من رو در چاله سیاهی میچرخانند. چرخیدم و چرخیدم و دیگر چیزی نفهمیدم. عشق فردا تو بیا نوشان نور پشت پنجره ها. ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها. آتشی بدار من زیر فرد دار نفیر پنجره ها. دوست دارم به خدا